سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، به شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن با شما خواهم بود. در هوای آفتابی و اندکی هم سرد واشنگتن در این روزهای بهاری نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در عرصه داخلی در ایران می‌گذرد. صف طولانی ارز همچنان در خیابان فردوسی و خیابان‌های دیگر پایتخت ایران و اعلام تازه دولت شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی در مورد نرخ جدید ارز. آیا این نرخ اعلام شده دولت شیخ پرزیدنت نرخ واقعی ارز است؟ نگاهی خواهیم داشت به این موضوع و همچنین در بخش پایانی برنامه درباره سوریه تفسیر من رو خواهید شنید. آخرین تحولات در سوریه و آنچه که مسکو و واشنگتن درباره دوما گفتند، استفاده از سلاح شیمیایی در دوما و تکذیب قاطعانه مسکو در این زمین. بین این دو موضوع نگاهی خواهیم داشت به رویداد اخیری که در کانادا شاهد اون بودیم، در تورنتو حضور آقای عبدالکریم سروش از کارگزاران پیشین حکومت فقیه در ایران که با مخالفت گروهی از ایرانیان روبرو شد و در موردی نیز سخنرانی او لغو گردید. عبدالکریم سروش متهم است که در تصفیه استادان یا اخراج استادان و دانشجویان بسیار از دانشگاه نقش مستقیم داشته است. به استناد گزارش‌های ضبط شده تصویری، صوتی و نوشتاری، عبدالکریم سروش چنین نقشی رو در به وجود اومدن وضعیت کنونی دانشگاه‌های ایران ایفا کرده و در تحکیم سیاست‌های فرهنگی حکومت ایران نقشی اساسی داشته است. اما او همواره این نقش رو علی‌رغم اسناد موجود تکذیب کرده است. بین دو موضوع مورد اشاره، بازار ارز و اوضاع سوریه، نگاهی نیز خواهیم داشت به آنچه که در تورنتو در ارتباط با این کارگزار حکومت دینی ایران، کارگزار پیشین حکومت دینی ایران گذشته است. در همین زمینه با من و شما خواهند بود آقای بابک یزدی، دبیر حزب کمونیست کارگری ایران در تورنتو. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. همونطور که اطلاع دارید قیمت ارز به خصوص دلار در ایران افزایش پیدا کرده و از طرف دیگه میشه گفتش که ارزش ریال ایران، واحد پولی ایران که در پی انقلاب رو به کاهش بود، رو به کاهش بیشتر و سریعتری گذاشت در روزها و هفته‌های اخیر. اینها ناشی از چی هست؟ روز گذشته با آقای جمشید اسدی کارشناس اقتصادی گفتگو کردیم و کارشناسان اقتصادی دیگه همه در یک نقطه مشترک هستن، اظهار نظرهای مشترک در این زمینه که سیاست‌های نادرست اقتصادی در ایران در به طور کلی زمینه‌ساز چنین مسئله و مسئله دیگری نیز هست. یکی این موضوع هست و در دل این سیاست‌های نادرست اقتصادی فساد مالی گسترده، بی حساب و کتاب بودن در برابر ملت، مردم ایران، صاحبان اصلی درآمدهای ملی ایران بی حساب و کتاب بودن، اینکه حکومت، کارگزاران حکومت هیچ تعهدی نه تنها ندارن بلکه هیچ قانونی اونها رو عملا موظف نمی کنه که توضیح بدن این درآمدهای ملی
به کجا میره، سر از کجا در میاره. اگر قانونی هم نوشته هست، در اجرای اون انقدر واسطه های مختلف به معنای نهادهای مختلف، ذی نفوذان مختلف هست که به هر حال اجرای اون قانون نوشته شده رو هم به اصطلاح معلق میکنه. به هر حال اون چی که هست، درآمد ارزی ایران بسیار مشخص، عمده ترین درآمد ارزی ایران نفت هست، درآمدهای نفتی هست که میدونیم بخش بزرگی از اون پیش از اینکه به ایران بیاد به حسابهای مختلفی در خارج از ایران کارگزاران حکومت به گواه اسناد و مدارک اعلام شده از طرف صندوق جهانی پول به طور مثال، بانک جهانی و بقیه نهادهای بین المللی اعلام شده و منتشر شده و واریز میشه. دولت اومده، دولت شیخ پرزیدنت حسن روحانی آمده و اعلام کرده که نرخ دلار از امروز 4200 تومان خواهد بود. این نوعی دموکراسی هست، نوعی آزادی هست. این دولت هر چی میخواد میگه، صرافان هم هر جور که بازار ایجاب میکنه عمل میکنه. آیا این نرخ نرخ واقعی هست؟ نرخ واقعی و ارزش به اصطلاح مورد طلب دلار هست در بازارهای ایران؟ طبعا خیر. و بحران بالا رفتن قیمت دلار متاسفانه قابل پیش بینی هست که رو به باز هم گسترش بیشتری داره و افزایش بیشتر نرخ دلار در بازار ارز ایران. در مجلس حکومتی هم در این باره گفتگو شد، اما به نتیجه‌ای که باید برای حل مشکل رسیده بشه رسیده نشد، چرا که هر دو طرف که آنکه پشت تریبون قرار گرفت، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و چه اونها که مورد انتقاد قرار دادن ولی الله سیف رو، در این زمینه اگر هم دارای تخصصهای به اصطلاح به دست آورده از دانشگاه هستند، دارای دلی نگران مردم و سفره مردم نیستند که بالا رفتن دلار فقط طالبان ارز رو ایجاد مشکل نمیکنه، بر سفره همه مردمان ایران اثر میگذاره. گوشه ای از اون چیزی که در مجلس حکومتی گذشت با هم میبینیم. پس ببینیم آقا عامل که خود عامل باید صحبت بکنه. دوستان ترجیح خود من ببرمید. نه آقا اون بفرمایید صندلی هاتون نظر آقای دهخان. آقای دهخان اجازه بدین آقای مابینی ها آقای مابینی ها آقای اون بفرمایید صندلی آقای بفرمایید. نه نه آقای اجازه بدین. نه خیر نه اجازه بدین. نه بمونید آقای سیف. آقایون بفرمایید صندلی هاتون بفرمایید. نظم رو رعایت کنید. یعنی چی این حرف؟ بفرمایید بفرمایید صندلی هاتون. آقایون بفرمایید. آقای خودتون آقای وقف چی بفرمایید. آقای یوسف مولا بفرمایید. بفرمایید آقای چرا اینجا جمع شدین؟ یعنی چی؟ بفرمایید. نه آقای سیف شما بفرمایید. آقای سیف صحبتتون شروع کنین. بفرمایید آقایون بفرمایید آقای صندلی هاتون بفرمایید بفرمایید آقایون بفرمایید آقایون آقایون بفرمایید. خیلی خوب بر متوجه شدیم. بفرمایید آقای وقفچی بفرمایید بفرمایید آقایون بفرمایید صندلی هاتون. نه خب بله این آقای بفرمایید بفرمایید علی لاریجانی از خاندان لاریجانی، خود یکی از عاملان فساد مالی در ایران هست، یکی از کسانی هست که با گزمه هایی که دارن، گزمه های پیدا و پنهان بر سر چاهای نفت ایران چنباتمه زدند و درآمدهای نفتی ایران بخشیش و به حال به عنوان خمس و زکات و اینها بود، اما بخش های دیگریش هم از طریق باندهای مختلفی که وجود داره، از جمله باند لاریجانی ها به حساب هایی که باید منتقل میشه، که به تازگی هم دیدیم گروه دیگری که مخالف لاریجانی ها هست، محمود احمدی نژاد و گروه او، اسنادی رو منتشر کردن درباره ویلاهای چند میلیون دلاری
خاندان لاریجانی و دختر و پسرهای اونها در لندن. به هر حال از این نکات افشا شده توسط احمدی نژاد که بگذریم، برمیگردیم به درآمدهای ارزی ایران. متاسفانه خیلی محدود هست به جهات مختلفی که میدونیم، از جمله ناکارآمدی به اصطلاح سیاست‌های اقتصادی حکومت ایران که بر اساس و با نیت و با هدف توزیع عادلانه ثروت عمل نمی‌کنه، و همین درآمدهای محدود ایران اون چه که در راه هست و کارشناسان نظر میدن و بحران‌های رو به افزایشی که بین ایران، حکومت ایران از یک طرف و برخی از کشورهای منطقه از طرف دیگه مثل عربستان و در عرصه بین المللی بحران میان ایران و آمریکا و پیامدهای برنامه هسته‌ای حکومت ایران، پیش بینی میشه که تنگناهای بیشتری برای درآمدهای ارزی ایران به وجود بیاد و متاسفانه بالا رفتن باز هم بیشتر قیمت ارز به ویژه دلار در ایران، سایه افکن بر اقتصاد و سفره مردم ایران خواهد بود که امیدواریم چنین نشه، ولی امیدواری رو واقعیت‌های اقتصادی چندون مورد توجه قرار نمیدن و همون جبر اقتصادی حاکم بر داد و ستد و بازار و ساختارهای اقتصادی هست که عمل میکنه. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و همراه با آقای بابک یزدی، دبیر حزب کمونیست کارگری ایران در تورنتو، و درباره حضور یکی از کارگزاران پیشین حکومت فقیه در تورنتو، عبدالکریم سروش، آقای عبدالکریم سروش، تا لحظاتی دیگر. حزب کمونیست کارگری ایران دارای سابقه طولانی هست در عرصه سیاسی ایران، نسبتاً طولانی، و مثل بسیاری دیگه از احزاب و گروه‌های چپ ایران، همچون گروه‌ها و سازمان‌های به واقع ملی ایران، فعالیت‌هاشون ممنوع شد در ایران و اعضا و رهبران احزاب چپ از جمله حزب کمونیست کارگری ایران ناچار به ترک کشور شدند. به هر حال افراد بسیاری هم از این حزب در زندان بودند، مورد شکنجه قرار گرفتند و به جوخهای اعدام سپرده شدند. به اتفاق شما عزیزان سلام میگیم و خوش آمد به آقای یزدی، بابک یزدی، دبیر این حزب در تورنتو. سلام به شما آقای یزدی. با سلام به شما و همکاران عزیز و بینندگان گرامیتون و همچنین تشکر از دعوتی که شما کردید. من این توضیح رو قبلا برای بینندگان عزیزمون بدیم، کسانی که احتمالا آشنایی ندارن، باز اشاره بکنم که آقای عبدالکریم سروش عضو شورای ستاد انقلاب فرهنگی بود در ایران و از اعضای مؤثر اون بود، زمینه ساز اخراج دانشجویان و استادان بسیار از دانشگاه‌های ایران و به اصطلاح اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران، مأموریتی که آیت الله خمینی به اونها داد. آقای عبدالکریم سروش بعدها این موضوع رو به شکل دیگه‌ای به قول خود ایشون که مدعی فلسفه دونی هستند، که به هر حال بخشی از تحصیلاتشون در کنار شیمی فلسفه بوده اونطور که در بیوگرافیشون اشاره شده، بارها سفسطه کردن متاسفانه و این رو لاپوشونی کردن که مأموریت ما بازگشایی دانشگاه ها بود، انگار که دانشگاه رو بسته بودن و اینها رو مأمور کردن که برن و دانشگاه رو باز کنن. چون این نبود، واقعیت این هست که این نبوده
و ما در طول برنامه نشون خواهیم داد که چنین نبود از زبان خود آقای سروش. آمدن به کانادا خب با مخالفت کسانی روبرو شدن که از دانشگاه اخراج شدن یا کسانشون رو از دانشگاه اخراج کردن و به گیر و ببندهای بسیاری از دانشجویان استادا رو هم زندانی کردن در همون موقع، ولی ایشون منکر شدن و برای سخنرانی های فلسفی غیر لازم در این شرایط به کانادا رفته بودن و از کسانی که فعال بودن و اعتراض کردند حزب کمونیست کارگری ایران بود. چرا آقای یزدی در یک کشور آزادی مثل کانادا؟ بله، من تشکر میکنم از تقریبا رزومه خوبی که از آقای سروش دادید. ایشون دقیقا سخنگوی ستاد انقلاب فرهنگی بود و به همراه دیگر اعضایی که علی شریعت مداری و آقای باهنر و ربانی املاشی که داستان وقت بود، حسن حبیبی، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و به ریاست خود آقای خامنه ای که الان مثلا رهبر جمهوری اسلامی است، این ستاد را ایشون سخنگوش بودن. خیلی تشکر میکنم که در صد رزومه آقای سروش را بخشن شما خوب اشاره کردید. از 15 خرداد 59 تا مهر 62 حدود 3 سال حدوداً 58 هزار به قول گفتنی دانشجو و حدود 8600 تا استاد و معلم را ایشون اخراج کردن. چرا ما اینجا اعتراض کردیم؟ ما در 25 سال گذشته که حداقل 30 سال گذشته که من در تورنتو هستم، ما هر وقت یکی از سران یا به قول شما دستن در کاران کارگزاران رژیم، چه حالا سابق چه حال چه فعلی، که دستش به خون مردم آغشته است اینجا حضور پیدا کنه، اعتراض سازمان می‌دیم، افشاگری می‌کنیم، میریم و سعی می‌کنیم که بالاخره بستگی داره که چقدر به رژیم نزدیک و دور باشن، ما اونا رو افشا کنیم و به قول گفتنی رزومه بهتری از اینا در جلو مردم قرار بدیم و با اعتراض خودمون اونا رو مواجه خواهیم کرد. مگر دست آقای سروش به خون آلوده بود؟ ببینید آقای سروش، اولا که وقتی دانشگاه رو خواستن ببندن که تو همین به اصطلاح من فاکتی اگر شما از خودش بخونم که ایشون میگه که من شما اشاره کرد میگه من در بازگشایش بودم، ولی ایشون خودش رسما میگه که لازم است در دانشگاه ها پاکسازی و تصفیه صورت گیرد تا اثرش در همه جا آشکار گردد. هوسناکان و پیروان سایر مکاتب چون اندیشه خود را به جای دیگر فروختند، دم از عدم امکان انقلاب فرهنگی میزنند. دانشگاه ها باید عطر و بوی اندیشه های اسلامی به خود بگیرند و این گلستان معطری باشد که هر کس وارد آن می شود از همان ابتدا مشامش به این بوی دلنواز اطراگین شود. میخوام بگم در بستن دانشگاه ها برعکس ایشون که خودش میگه در باز کردنش بوده، نقش کلیدی داشتند، ولی دانشگاه به سادگی بسته نشد. ببینید دانشجوها در دانشگاه، در داخل دانشگاه سنگر آزادی بود و مقاومت سازمان دادن دانشجوها. گروه های سیاسی از چپ و راست، از مجاهد تا فدایی تا پیکار تا همه گروه های سیاسی بیشتر در داخل دانشگاه ستاد داشتن، دفتر داشتن و مقاومت سازمان دادن. هفته ها طول کشید تا اینا رو بتونن بیرون کنن و در نهایت با یورش وحشیانه ای که 3 روز مهلت دادن و بعد از 3 روز که مهلت دادن مجاهدا به اصطلاح تسلیم شدن، ولی نیروهای چپ موندن و صدها زخمی دادیم، ما ده ها کشته دادیم. فقط در دانشگاه جندی شاپور اهواز در یک روز 800 نفر معلم و استاد و دانشجو را اخراج کردند. تعداد زیادی زخمی شدن اونجا و دکتر نریمیسا اونجا کشته شد. ببینید من یه نمونه فقط بهتون بگم، من خودم معلم بودم و یکی از قربانیان به قول گفتنی نه من اخراج شده آقای سروش هستم، ولی توی یه ویکند توی تعطیلات آخر هفته ما اونجا که من درس می‌دادم بین یزد و شیراز بود، گفتیم بریم شیراز مثلا بریم حافظیه سعدی تفریح مثلا. اون دوست من وانت داشت، من و وانت ایشون با هم رفتیم شیراز، دیدیم همینطوری آمبولانس این برام برام میچرخه. گفتیم چی شده؟ گفتن که دانشگاه شلوغ است، به اصطلاح دانشجوها درگیر شدن با چماق‌دارا با حزب الله. وقتی رفتیم اونجا باور کنید تعداد آمبولانس کم بود و ماشین شخصی ها زخمی ها رو می بردن به اصطلاح بیمارستان. من و این دوستم توی بعد از ظهر 3-4 ساعته عصر به اصطلاح پنجشنبه، باور کنید بیش از 10 نفر زخمی رو ما فقط بردیم بیمارستان، یعنی نقش آمبولانس رو بازی کردیم. میخوام بگم این یه نمونه که خود من از نزدیک شاهدش بودم و ناظرش بودم و گیرش بودم. در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر بود نیست؟
بله، آقای بنیسر تقریبا خودش دیگه داشت مخفی علنی میشد که داشت، هنوز ایشون رسما رئیس جمهور بود ولی دیگه تقریبا قدرتش یواش یواش داشت ازش میگرفت. به هر حال اسامی و افراد گروه هایی که برده میشه، من این رو تکرار کنم، در برنامه پیشین گفتم که برده میشه اسمشون در تفسیر خبر، درهای تفسیر خبر باز هست به روی اونها، حتی به روی عبدالکریم، آقای عبدالکریم سروش یا سخنگویان مربوط به اون، اطرافیان و اکنافیان ایشون باز هست بیان و توضیح بدن درباره موضوعات و به پرسش هایی که از پرسش های کسانی چون آقای بابک یزدی پاسخ بدن. ایشون اشاره کردن نامه آیت الله خمینی یا دستور یا فتوا یا هر عنوانی برش بگذاریم هست در آرشیو تاریخ معاصر ایران هست که مأموریتی که دادن، اشاره کرد آقای یزدی و بعد گفته، خطاب به ایشون گفته این آقایون مسئولیت داده میشه تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد از بین اساتید مسلمان و فلان و فلان و فلان و قشر فلان شورای تشکیل دهند برای برنامه ریزی رشته‌های مختلف و ختمش فرهنگی آینده دانشگاه. شما ببینید این حرف آقای خمینی از این به بعدش قابل توجه است. بر اساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته و متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند. بدیهی است بر اساس این حرف مطالب فوق دبیرستان ها و دیگر مراکز آموزشی که در رژیم سابق با آموزش و پرورش انحرافی و استعماری اداره می شد تحت رسیدگی دقیق قرار گیره. یعنی تو تمام آموزش در ایران رو یک آیت الله خمینی که تهران رو هم به درستی نمی شناخت، آموزش و پرورش رو به استعماری و انحرافی نامیده بود و کسانی هم مثل آقای سروش لبیک، گفتم من این رو در برنامه دیروز اشاره کردم که مسلمانان حکومتی در ایران خارج از دایره حکومت قطعا چنین نیست، مسلمانان حکومتی در ایران نه تنها دروغ گویانند بلکه دروغ یک صفت نهادینه شده در، از جمله عبدالکریم سروش. با هم میبینیم اون چرا که آقای یزدی هم اشاره کرد، گفته آقای عبدالکریم سروش در شورای ستاد انقلاب فرهنگ. قبل از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید من برادران عزیزمون در ستاد انقلاب فرهنگی معرفی کنم، آقای دکتر شریعت مداری، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر سروش و آقای جلال الدین فارسی. و با اجازه شما اولین سوال رو در مورد مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها که اساس کار هست از آقای دکتر سروش بخوام که در این زمینه مطالبی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرز و بوم برخاست و دانشجویان متعهد و دوراندیش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ها همگام با انقلاب اسلامی ایران حرکت کنند، از همون ابتدا اونچه که در ذهن و ضمیر و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود این بود که دانشگاه ها میباید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جویندهی وارد او میشه از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه. بنابراین از ابتدا که امام امت هم فرمانی صادر کردند برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اون چرا هم که ایشون به ما توصیه کردند و امر کردند همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن یک چنان بنیان الهی ما بکوشیم. در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و میکنه همش رو میتوان در داخل همین چارچوب قرار داد
و محکوم همین حکم اصلی و عمومی دانست. خب آقای یزدی، خیلی ها میگن که مثلا آنچه که بوده گذشت، و اگر بیان و به شما بگن که این آقای عبدالکریم سروش مثل خیلی های دیگه از کسانی که کارگزاران حکومت بودن، حالا آمدن به عنوان فیلمساز، به عنوان به اصطلاح پژوهشگر تاریخ، هر چه که هست مشغول شدن، حالا بله میگن فیلسوف، بله هر چه که هست، خیلی به شما بگن که اینها متحول شدن. شما چه خواهید؟ ببینید، یکی این که تموم نشده به این مفهوم که اینا اولا 3 سال دانشگاه را که تعطیل کردن، بعد از 3 سال هم که دانشگاه باز شد، دانشگاه از مرکز علم و دانش به سنگر خرافات و جندالله و حزب الله و مذهب و عقب ماندگی تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد. به این مفهوم تموم نشد. همون بوی اتراگینه دیگه، نیست؟ همون بوی اتراگین چماق. بله بفرمایید. بله، این بوی اتراگین همزم دانشگاه هست، دارن زور، ببینید 30 سال 40 سال زور زدن دانشگاه رو اسلامی کنن، مملکت رو اسلامی کنن، خوشبختانه نتونستن، به مقاومت، به دختران انقلاب و همینطوری. ولی این یه قسمت قضیه است. یه قسمت قضیه این است که ایشون دستش به خون صدها نفر و به کشتار ده ها نفر آغشته است. ایشون نتیجه انقلاب فرهنگیش هنوز تو اون جلسه ای که ما بودیم، افرادی بودن که تو دانشگاه جندی شاپور تیر خورده بودن و هنوز فشنگ تو پاشون بود. به این مفهوم تموم نشده. یه طرف به اصطلاح ادامه اون اتر به اصطلاح انقلاب فرهنگیشون هنوز هست و نتیجهش یک نسل، 3 سال دانشگاه تعطیل شد، 2 نسل میشه گفت، چند نسل خرافات و عقب موندگی و مذهب جایگزین علم شد. یه طرف هم ایشون دستش به خون مردم آغشته است. ببینید، ایشون اگر مثل پسرش فقط میخواست بره تحت عنوان فلسفه و نمیدونم نسخه جدید اسلام و این چیزا به مردم درس بده، خب آزاد است بره درس بده. اینجا ما به پسرش کار نداریم، پسرش سالهاست اینجا دانشگاه تورنتو از همین لاتالا درس میده تحت عنوان نمیدونم فلسفه و عرفان و این چیزا. ولی خود ایشون دستش به خون مردم آغشته است. مثل اینکه آقای احمدی نژاد هم اخیرا میدونید دیگه، الان شده جزء اپوزیسیون و مخالف، یا آقای گنجی یا آقای حجاریان، اینا کسایی بودن که ببینید چماقداران را یا انصار حزب الله را یا به اصطلاح بسیجی ها را اینا سازمان داده انداختن به جون ما. ما که اینا را سازمان ندادیم، اینا سازمان داده انداختن به جون مردم. در اواخر هم بله، سر اختلافات خودشون حتی به بعضی از جلسات ایشون حمله کردن، ما اونو محکوم میکنیم. الان هم هر کس به جلسه نمیدونم احمدی نژاد یا گنجی یا آقای سروش تو ایران بخواد حمله کنه، اگه تو ایران بود ما محکوم میکردیم. ولی ایشون دستش به خون مردم آغشته است. ایشون چرا شما داخل محکوم میکنید ولی بیرون خودتون مخالف هستین جلسه بود؟ نه ببینید، آره اگه ببینید داخل ایران که اینا حکومت میکنن، چماقدار دارن، بسیج دارن، اینا خودشون سازمانش دادن. در بیرون کشور ما نمیریم به هم بزنیم، ما مشخصا میریم اگه فیلم هم بیریم میگیم آقا جان شما این کار کردی، این کار کردی، این کار کردی، درسته یا نه. و ایشون اگر مثلا فرض کنید ببینید آقای این هستن، مثلا آقای نوریزاد، ایشون هم جزء سران جمهوری اسلامی بوده، چقدر دقیقا نمیدونم، ولی الان رسما اومده گفته با صداقتش که آقا جان ما نمیدونم احساسی بودیم، انقلابی بودیم، فکر میکردیم فلان میشه و معذرت میخوام از پیشگاه مردم، معذرت میخوام. ما میگیم دست درد نکنه، خیلی هم ممنون، اختلاف نظر داریم بله. ما ببینید اگر کسی تو جبهه اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشه، ما همدیگه رو نقد میکنیم. ما از سران جمهوری اسلامی هر کجا برن میریم، افشا میکنیم، افشاگری میکنیم. ببینید سفیر جمهوری اسلامی اومد اینجا، یه نمونهش توی هتل شرایتون ما رفتیم اعتراض کردیم و 14 نفر دستگیری دادیم، ولی سفیر رو از در پشت فراری دادن. به این مفهوم بابا سفیر جمهوری اسلامی دیگه دموکراسی نداریم. آقای سروشی که آزادی رو از مردم گرفته، به قول شاملو میگفت به اصطلاح یه جمله قشنگی داشت که میگفتش که بر لبها باید چیکار کنیم، عشق را، آره عشق را در پستوی خانه ما پستوی از چیز نهان میکردیم، مردم ایران عشق را در پستوی خانه باید نهان میکردن از ترس ابسال آقای سروش. به ایشون حالا اومده توی تورنتو میخواد طریقت عشق درس بده. این یه خوده به قول گفتن لوکس هستش. ولی گفتم پسر ایشون حق داره، هر کس طرفداران خمینی اگر دستشون به خون مردم آغشته نباشه بیا اینجا جلسه بذارن، مثل که ده ها نفر تو مساجد مکارشون نداریم که. ولی وقتی که به هر حال این اتهامی، بله بفهمید میگم وقتی که ما یه سیاستی داریم، میگیم با جمهوری اسلامی در حال جنگ هستیم،
با اپوزیسیون جمهوری اسلامی از چپ تا راست فرق نمیکنه، مجاهد سلطنت طلب چپ راست، ما همدیگر رو نقد میکنیم و کسانی که یکم به جمهوری اسلامی نزدیک باشن افشا میکنیم، ولی کسانی که دستشون در خون مردم آغشته است دیگه ما اونجا دموکراسی چیز نداریم باش. این سیاست ماست. اتهامی که چندین بار از زبان آقای بابک یزدی متوجه عبدالکریم سروش شده و بسیاری دیگه که به طور مستقیم ایشون رو در کشتارهای در جریان انقلاب فرهنگی متهم میکنن که نقش داشته در این کشتارها به طور مستقیم، این اتهام متوجه ایشون هست. به هر حال در برابر این موضوع و موضوعات دیگه‌ای که مطرح شده عبدالکریم سروش، آقای سروش و اطرافیان و اکنافیان ایشون توضیحی داشته باشن در راه تفسیر خبر باز هست برای توضیحاتشون و همینطور پرسش‌های مهمانانی مانند آقای یزدی. من اشاره کردم به دروغگویی نهادینه شده در کارگزاران حکومت ایران، کارگزاران پیشین، کنونی و آنچه که هست، شاید هم به هر حال تقلید مقلدین آیت الله خمینی که خود ایشون که گفتن ما در پاریس چیزایی گفتیم اینجا ضد اونو میگیم، دروغ این گفتن، نه تقیه است. میبینیم آقای سروش در باز هم در جلسه شورای انقلاب فرهنگی یا ستاد انقلاب فرهنگی، جناب آقای ربانی املشی بر حسب اون تقسیمی که انجام شد کار تصفیه و گزینش و پاکسازی مؤسسات عالی آموزشی و ضوابط و معیارهای مربوط به این امور رو تقبل کردن و خود من و جناب آقای دکتر حبیبی و آقای دکتر شریعت مداری کلیه امور مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات عالی آموزشی، اهم از برنامه ریزی، ادغام، انحلال، تأسیس بعضی مؤسسات نوین در صورت لزوم و حتی مسائل مربوط به مدیریت، فرم آموزشی و از این قبیل امور رو به عهده گرفتیم. و باز گوشه دیگر از نشست این ستاد. این انقلاب آموزشی طبعاً ارتباط مستقیم داره با سایر امور فرهنگی توی این جامعه. منتها همونطور که عرض کردم به دلیل فوریتی که داشت این امور، ما به هر حال مجبوریم که اینها رو سامان مقدماتی بدیم تا خیالمون از بعضی از مسائل دست و پاگیر خلاص بشه و بعد البته اون سایر امورم که در مورد جهات دیگر انقلاب فرهنگی است حتماً مورد نظر است و امید داریم که فراغت و توفیق لازم رو برای اون کارا پیدا. در حال آن چیزی که دیدید فقط مسئله بازگشایی دانشگاه نبود که یک جای بسته شده و یک گروهی موظف شدن برن اونجا رو باز کنن که یه هفته، ده روز، یک ماه، دو ماه طول میکشه. خیر چنین نبود. میبینید چه وظیفه طولانی بر عهده داشتن، انجامش طولانی بود و اسلامی کردن دانشگاه ها و به اصطلاح اطراگین کردن دانشگاه ها به بوی انقلاب اسلامی، بویی که دیگه در سراسر کشور این روزها بلکه سالهاست به اصطلاح شنیده و شمیده میشه. اما آقای یزدی با چنین سابقه ای چطور هست که به این افراد دانشگاه های جهان آزاد مثل آمریکا بورس میدن، در همون کانادا باز بورس میدن؟ نه تنها آقای سروش با این سابقه، من کسانی رو میشناسم که مستقیمن آدم کشتن، مستقیما آدم کشتن و ولی بورس تحقیقاتی دارن. بفرمایید. دقیقاً ببینید، اولا که اینجا خودش رسما میگه که کلیه امور مربوط به دانشگاه ها، ادغام، انحلال، نمیدونم فرم آموزش، خودش رسما میگه کلیه امور مربوط به دانشگاه ها و اهم از انحلال رو بستن. خودش رسما این میگه، این که دیگه از بقول شما این رزومه خودش از زبان خودش شنیدیم. چرا اینا رو راه میدن؟ ببینید، بخشن منافع اقتصادی است، بخشن سازش دولت هاست با هم است. ببینید جمهوری اسلامی در 40 سال حکومتش هر سال پرونده لغو به اصطلاح نقض حقوق بشر را داشته که کانادا یکی از کشورایی بوده که اینا میبرده توی سازمان ملل، ولی خیلی ها وتو میکردن. خیلی منافع سیاسی اقتصادی است به نظر من. دقیقا درست میگید. ببینید آقای نمونهش در کنفرانس برلین که ما بازی که از اعتراض کنندگانش بودیم، آقای حمیدرضا جلایی‌پور کسی هستش که وقتی تو حسینیه ارشاد یکی از دانشجویان ازش سوال میکنه که آقا جان شما در
کردستان 59 نفر را کشتید، فرمان قتل دادید. شما گفتید رسما، میخوام بگم یکی از نموناشونه. ایشون میگه بله اینا کمونیست بودن، جزء گروه‌های مسلح کمونیستی بودن. یعنی رسما تایید میکنه که بله ما فرمان دادیم کشتن، و ایشون رسما دعوت میکنن به کنفرانس برلین بیان اونجا مثلا در راج اصلاحات صحبت بکنه. یه جمله دیگه اگه اجازه بدید، من در ارتباط با آزادی بیان چون سوال قبلیتون بود اشاره کنم. ببینید آزادی بیان یه مقوله ای است که در ارتباط به نظر من با دولت ها، حاکمیت، طبقه حاکم، یه طرف به مردم، یه طرف دیگه معنی میده. ببینید به طور مثال، مثلا در کشورهای غربی، در آمریکا، کانادا، اروپا، اتحادیه آزادن، احزاب آزادن، چپ و راست آزاد، حزب کمونیست و سوسیالیست هم دفتر رسمی داره، کسی هم بهشون حمله نمیکنه. توی ایران به طور نمونه اگه یکی بیاد بگه مرگ بر دیکتاتور، با زندان و شکنجه و اخیرا هم که دیگه خودکشی مواجه میشه. به این مفهوم من میخوام بگم آزادی بیان یه طرفش مشخصا مردم هستن، ما که اینجا کاری نیستیم. آقای سروش میاد اینجا تحت حفاظت پلیس، هم تو که شما اشاره کردید، و قانون بهش اجازه میدن، میاد اینجا پلیس هم حمایت میکنه، صحبتش هم میکنه. ما مشخصا در 30 سال گذشته از آزادی بیان خودمون استفاده کردیم و اعتراض کردیم و بازم این کارو خواهیم کرد. یه نمونه دیگه من بگم که شاید جالب باشه، من خیلی جا اشاره میکنم. ببینید آقای نلسون ماندلا معرف حضور همه هستش. آقای نلسون ماندلا وقتی از زندان آزاد شد، اومد توی چیز، اومد توی کانادا و توی استادیوم 100,000 نفر اینجا سخنرانی داشت. ده ها هزار نفر اونجا بودن، وقتی میخواست صحبت کنه باور کنید بیش از 5 دقیقه مردم کف میزدن، هورا میکشیدن، تشویقش میکردن. تو همون روز و تو همون جا آقای مایک هریس که نخست وزیر حزب محافظه‌کار اینجا بود و میخواست صحبت بکنه، تو همون جلسه بیش از 5 دقیقه مردم هوش کردن، یعنی واقعا نمیذاشتن صحبت بکنه. مردم کانادا، آقای مایک هریس هم جنایت نکرده بود، دستش هم به خونه هیچ کس انقلاب فرهنگی هم نکرده بود، نخست وزیر مملکت بود که انتخاب شده بود آزادانه، و ایشون وقتی صحبت کرد خیلی قشنگ و راحت و ریلکس گفت دموکراسی یعنی این. ببینید آزادی بیان دموکراسی که شما بتونید راحت بر علیه حاکمیت اعتراض بکنید. بله، ولی در دموکراسی ها کسی که ببینید در دموکراسی ها، بله این هست، منتها در دموکراسی ها کسی که اشتباه سیاسی میکنه، در مقامی هست، در سمتی هست، اشتباه سیاسی میکنه، حتی مثلا یه مختصری، حتی در دموکراسی کره جنوبی میبینیم سوء استفاده از قدرت کرد، رئیس جمهورش باید زندان بره. بله. و در جاهای دیگه همینجا نیکسون اشتباه میکنه، میره کنار برای همیشه. در ایران هست که میشه مثلا اشتباه سیاسی کرد و بعدم این نوعی استفاده از دیکتاتوریه، یعنی باز آمد و صفحه اول، یعنی مثلا میشه مثلا رساله آیت الله خمینی رو گذاشت کنار، هابرماس رو برداشت و آمد و گفت بله حالا ما رهبر هستیم و ما میگیم دموکراسی چی هست. و بله بفرمایید. ببینید در همه کشور غربی یک نمونه از این اتفاقات، یک دهم اتفاقاتی که تو ایران میفته اگر تو یکی این کشور رو بیفته، رئیس جمهور رو فوری خلعش میکنن، به دادگاه میکشنن و این قدرت رو قوا از هم منفک هستن و راحت میتونن رئیس جمهور، نخست وزیر، کلیه مقامات رو بکشن به چیز، بکشن به دادگاه. ببینید یه نمونه دیگه، یه پیرمرد 93 ساله‌ای به نام هانس لیپشیس، ایشون خودش ادعا داره که آشپز بوده، به اتهام نگهبان به اصطلاح اردوگاه‌های مرگ هیتلری آشوس گرفتنش. خب ایشون خودش میگه من نگهبان، ببخشید، آشپز بودم ولی به اتهام نگهبانی گرفتن. یه نگهبان 60 سال از جنگ دوم جهانی گذشته گرفتنش به اتهامی که نگهبان بوده اونجا، ولی ایشون کسیه که انقلاب فرهنگی رو سازمان داده، چماقدارا رو بسیج کرده، به جون مردم انداخته، صدها نفر زخمی شدن، ده ها نفر کشته شدن، و ایشون میخواد راست بیاد اینجا حالا به ما درس طریقت عشق بده. یه خوده به نظر من اصلا کلا داستان برعکس شده. اونایی که از آزادی ایشون دم میزنن به نظر من شیپور دادن از سر گشادش میذارن. باید از آزادی ما دفاع بکنن که رفتیم حق اونا بگیریم، بگیم چرا این کارو کردیم، ما که چوب و چماق نداشتیم، رفتیم حرف زدیم. خب یک آدم یک آدم به هر حال مشاغلی رو به آدم وقتی به من یا شما، فکر میکنم شما هم همین و بسیاری از بینندگان ما، اگر بیان و بگن آقا شما بیاید مثلا مسئول بخش جراحی بیمارستان جانز هاپکینز بشید، خب بسیارم اینی اگه قبول کردن شغل بسیار مهمی است، من قبول کردن این خب خیلی تخصص میخواد در واقع، یعنی خیلی تخصص در چیزهای دیگه میخواد. آقایون چنین کردن، اصلا فرهنگ یک مملکتی رو با چنین فتوایی که تا به حال همش در جهت استعمار بوده، این اولین کسی که صاحب مختصر
نیت خیر باشه میخونه میگه آقا چنین نبوده، این همه زحمت کشیده شد، از آقای علی اصغر حکمت گرفته تا نفیسی تا بسیار دیگه که سرپرست و رئیس دانشگاه ایران بودن، اساتید بزرگی، خش روی خش گذاشتن. به هر حال اما شما منها بودید جلال الدین فارسی حتی دیپلم نداشت، ایشون رو گذاشتن و تازه ایرانی هم نبود، ایشون رو گذاشتن یک از کسایی و آدم کشته، ایشون رو گذاشتن به عنوان کسی که اولا بعد کاندید رئیس جمهوریش کردن فهمیدن ایرانی نیست، گذاشتنش کنار، ولی ایشون رو گذاشتن یکی کسی که میخواد کتابهای دانشگاه رو بنویسه، واقعا شرم‌آوره. کسی که ببینید آقای رضا مریدی که الان وزیر علوم و دانشگاه اینجاست تورنتو، و اتفاقا اعتراضی که شد تو دو جلسه که اینجا گذاشته بودن ما رفتیم اعتراض کردیم، من خودم 3 دفعه با مسئول کتابخونه تماس گرفتم، بالاخره با فشار نه تنها ما به تنهایی یا به اصطلاح اعضایی که بودیم و خود آقای مریدی که نمونه بود که نامه نوشته بود مسئولین کتابخونه به وزیر امور خارجه و به وزارت کشور که آقا جان این جنایتکار بعد اصلا راش نمیدادید، چرا راش دادید؟ میخوام بگم ایشون الان وزیر مملکت است، استاد به اصطلاح فیزیک شناس، یکی از فیزیسیست‌های بزرگ جهان است، وزیر علوم دانشگاه است اینجا، ایشون یک کسی بوده که آقای جلال الدین فارسی بی سواد یا آقای سروش ایشون از سر کار اخراج کرد. یه نمونهش میخوام بگم، آقای دکتر رضا مریدی که بارها تفسیر خبر میزبان ایشون بوده، برای بینندگان ما چهره آشنا هستن، اخراج شده از دانشگاه‌های ایران به وزارت علوم رسیده در کشوری مانند کانادا، ایالت اونتاریو. گوشه‌ای می‌بینیم از همین ربانی املشی با هم دیگه می‌بینیم. من این بابا رو، ربانی املشی رو، در مجلس خبرگان آمده رفتیم داشت در اونجا و واقعا دیدم و میزان آگاهی و سواد و اطلاعات هر چی که هست در همین گزارش که می‌بینید قابل تشخیص است. در گذشته تصفیه های انجام می شده توسط گروه های تصفیه که ما هیچ گونه مسئولیتی نسبت به کارهای انجام شده در گذشته نداریم، یعنی کارهای اون گروه ها رو، کارهایی رو که قبلا انجام می شده، چون در این کارها اون چنان که مشاهده میشه، شنیده میشه، البته ما تحقیقات کامل نداریم، ولی شکایت های این گونه هست که گاهی از اوقات حق‌کشی هایی شده، افراط و تفریط هایی شده. یعنی کار اون گروه ها بررسی میشه مجددا؟ با کار اون گروه ها بررسی میشه و اگر خدای نکرده حق کسی پایمال شده باشه و یا کسی از زیر دست اونها در رفته و باید تصفیه، اون کسانی که باید تصفیه میشدن تصفیه نشدن، بعد از این تصفیه میشن، تزکیه میشن، باید محیط دانشگاه پاک بشه. اینم ربانی املشی مسئول مستقیم، یعنی تقسیم کار شده، این رو گفتن. حالا خود بقیه لابد میگفتن که اون آقا رو هم حواستون باشه، اونم باید اخراج بشه یا هر چه که هست. به هر حال من گفتم مجلس خبرگان، شاید بعضی در جریان نباشه، من عضو اون مجلس نبودم، قانون اساسی رو مینوشتن، بارها اشاره کردم با گروه همکارانم هم در تلویزیون به تصرف انقلاب در اومده، در اونجا ما گزارش هایی تهیه میکردیم که بعد هم با دخالت حزب توده مانع از ادامه کار ما شدن. اما پرسش من این هست آقای یزدی، آیا شما تنها بودین یا گروه افراد دیگری نیست با شما بودن در این روز اول؟ که روز اول و دوم خیلی ها بودن، میشه گفت کلیه یا بیشترین مخالفین جمهوری اسلامی اونجا بودن، حدود 20 نفر فقط داخل رفتن. از نیروی چپ من میتونم بگم که یه جریان اینجا هست به نام به اصطلاح کمیته دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران که داخل چپای زیادی هستن، چریکا بودن اون روز اونجا، حزب کمونیست ایران بود، حزب حکمتیست بود، ما بودیم. نه تو جریان غیر چپ هم سکولارها اونجا بودن، حزب که قبلا سکولار سبز بودن الان سکولار دموکراسی شدن، و نهاد مادران هم بود. میخوام بگم که روز اول خیلی ها بودن، روز سوم چون به هم خورده بود و تعطیل بود و کسی خبر نداشت، ما دقیقه 90 متوجه شدیم و ما بیشتر کمونیست کارگری ها و حزب حکمتیست و همون کمیته حمایت از مبارزات مردم بودیم. یه مورد دیگه من اشاره کنم که شما به خوبی اشاره کردید تو اینجا که آقای سروش هیچ وقت جواب نداده یا یه جوری در رفته موزیانه. ببینید در خیلی جا آقای سروش میگه که آمدند شلوغ کردن، نگذاشتن، نمیدونم سر و صدا کردن، اختشاش کردن.
منتها نمیگه اینا که میان و شلوغ میکنن و فلان میکنن، یک مورد جواب نداره که به کی، به چی، اعتراضشون سر چی بود، چی میگفتن، حرف حسابشون چی بود. نه اینکه به ماها جواب نمیده، من میخوام بگم حتی به خودیاشون هم جواب نمیده. آقای محمود دولت آبادی، نویسنده کلیدر، نویسنده معروف ایران از زمان شاه، خب میشناسه همه دیگه، ایشون یخش را گرفته سر مسائل خودشون، ولی آقای دولت آبادی یه مورد یخه آقای سروش را گرفته بود و گفته بود که آقای سروش شما علمدار رفتار شنیعی شدید که باعث شد بهترین فرزندان این مملکت بگذارند بروند تا شما شعر مولانا را حفظ کنید و به ما تحویل بدهید و تحویل بدهید و بازم تحویل بدهید. آقای سروش ببینید شرمگین باید باشه، میگه که به جستجو برآمدم که قصه چیست و محمود دولت آباد کیست. نمیگه آقای دولت آبادی، محمود دولت آباد، یعنی ایشون دولت آبادی رو نمیشناسه، خودش خیلی مهمتر از آقای دولت آبادی. مثلا خبر آوردند خفته، اینم از خصوصیات عرفانی عرفای حکومتی است. بله بفرمایید. بله میگه که آقای سروش میگه که خبر آوردند خفته است که در غاری نزدیک دولت آباد، که پس از 30 سال ناگهان بیخواب شده و دست رو نشسته به پشت میز خطابه پرتاب شده و به حیا و ادب پشت کرده، یعنی بهشون پشت کرده و صدا درشت کرده با سخاوت و شناعت از معلمی به نام عبدالکریم سروش سخن رانده و او را شیخ انقلاب فرهنگ خوانده و همینطور دوغ. میخوام بگم ببینید ایشون حتی به ما جواب نمیده، حتی به خودیا جواب نمیده. آقای دولت آبادی خیلی رو کراس گفته آقا جان شما این جنایتو کردی، حرف حساب چیه؟ حتی حرفش نم نداره. بله با این نسل مسجع مثلا عقب مونده ایست به نحوی بسیاری بله. در این نکته هم اشاره کردم. به هر حال نسلیست. سپاس بسیار داریم از شما آقای بابک یزدی، با سپاس از شما و با امید به این. بله بفرمایید. بله من هم مجددا از شما تشکر میکنم. ما میخوام بگیم که با این چیزا ما به اصطلاح تسلیم نمیشیم. جمهوری اسلامی هر وقت هر کجا که مزدوراش و مهره های علنیش بخوان بیان در خارج کشور، ما نمیگذاریم، اعتراض میکنیم، به اصطلاح تظاهرات سازمان میدیم. اگر جلسه شون هم به هم خورد مقصر خودشونه که جواب ندارن. سپاسی دوباره از شما. بله و هدف ما نه مسائل شخصی هست، مطمئنن آقای یزدی هم چون هدفی نداشتن، مسائل شخصی هست، فقط و فقط این هست که حافظه تاریخی در ایران فعالیت همزمان با جهان معاصر داشته باشه و امید این که افراد خودشون مسئول کردار و رفتار خودشون بدونن و باز امید این که به هر دری که بخوانند بی خبر نروند. یعنی سمت ها و مشاغلی رو که پیشنهاد میشه، هر کس بیشتر از هیچ کس بیشتر خود آدم نمیدونه که آیا توانایی این کار رو داره یا نداره. پذیرفتن این سمت ها مشکل سازم میتونه باشه، فقط اون هنوتولوپ های به قول معروف اون موقع نیست، پاسدار و گزمه و راننده و فلان و بهمانی، پیامدهایی هم داره و انسان ها مسئول رفتار و کردار خودشون هستن. سپاس بسیار از شما و بینندگان عزیز که با ما همراه بودید و همراه خواهید بود تا لحظاتی دیگر. آیا در دوما سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت؟ یا آنگونه که مسکو میگوید و تأکید میکنه چنین نبود؟ در واشنگتن پرزیدنت ترامپ اظهار اطمینان کرده که استفاده از سلاح شیمیایی در دوما باعث در سوریه باعث مرگ افراد شده، قربانیانی که تصاویری از اونها دیدی. عملا مسکو به نحوی در برابر جامعه جهانی متعهد شده بود که مانع از استفاده سلاح شیمیایی بشه و حتی گفته شده بود که سوریه، حکومت سوریه سلاح شیمیایی خلع سلاح شده از این بابت، تمام سلاح شیمیایی خودش. در حال حاضر اون چه که در واشنگتن گفته میشه، پرزیدنت ترامپ گفته ظرف
24 این رو روز گذشته اشاره کرد، 48 ساعت آینده تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد در اولین جلسه شورای امنیت، یعنی اولین جلسه ای که آقای جان بولتون به عنوان رئیس شورای امنیت یا مشاور شورای امنیت مشاور ریاست جمهوری در این جلسه شرکت کرده بود، این تصمیم گرفته شد که تا 48 ساعت آینده تصمیم مهمی درباره عکس العمل درباره سلاح استفاده از سلاح شیمیایی در دوما اتخاذ خواهد شد. از اون طرف آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه باز اظهار اطمینان کرده که هرگز از سلاح شیمیایی در دوما استفاده نشده. خواستار این شده که از طریق سازمان ملل متحد یک هیئت بیطرف یا بازرسی بیطرفانه‌ای در این زمینه به عمل بیاد قبل از هر نوع اقدامی که به گفته آقای لاوروف و مفسرین حتی در خود واشنگتن مسئله رو بغرنجتر و پیچیده‌تر خواهد کرد. یک بازرسی بیطرفانه. باید منتظر بود و دید مسئله دوما به کجا خواهد رسید و همینطور بمباران حاشیه هومس، فرودگاهی در اونجا که 7 ایرانی که یکی از اونها گفته میشه متخصص درون بوده، از این اشیاء پرنده‌ای که بیشتر در جاسوسی استفاده میکنه، اینها به کجا خواهد رسید؟ گفته شده اسرائیل این بمباران انجام داده و واقعا میتونه قضایا در سوریه پیچیده تر از این بشه، چنانچه اقدامی نظامی باز به منطقه بشه، اقدام بین المللی، اگر نیروهای ائتلاف آمریکا، فرانسه و انگلیس هم به اقدامی پرواز هواپیماهای خودشون بپردازن و همینطور اسرائیل و بعد واکنش‌های روسیه، طبعا در این زمان که در این زمینی که میشه انتظار داشت، طبعا هیچ کدوم از اینا در راه و مسیر حل مسئله سوریه نخواهد بود. باید منتظر ساعات آینده بود و تصمیم آمریکا. و خبر خوش که من دارم براتون در حاشیه این خبرهای نگران کننده که قطعا بی تأثیر نخواهد بود در ارتباط با حضور ایران در سوریه، خبرهایی که اشاره کردم، خبر این هست که در واشنگتن گفته شده که در اواخر ماه می یا اوایل ماه جون قرار هست رهبر کره شمالی و پرزیدنت ترامپ احتمالاً در سوئد یا مغولستان با هم دیدار کنند، مذاکرات مستقیم و محرمانه خبر اومده که بین طرفین آغاز شده برای تدارک این دیدار و از طریق همین مذاکرات محرمانه در واشنگتن این خبر منتشر شده که کره شمالی پذیرفته که سلاح خلع سلاح هسته‌ای بشه. این تحول بسیار بزرگ خواهد بود در اون بخش از آسیا و در عرصه بین المللی. به نظر میرسه که آقای کیم ایل جون آینده بهتر برای کره شمالی رو در داشتن بمب اتم تشخیص نمیده، بیش از این، برخلاف پدر خودش و اطرافیان خودش، و راه بهتر زیستن مردمان کره شمالی رو در گشودن درها به روی صلح، آرامش و ارتباط با جامعه جهانی تشخیص داد. خبر بسیار خوشی هست و شاید آموزنده برای حکومت ایران که کره شمالی رو نوعی سرمشق برای خودش قرار داده بود و با این گمان که داشتن بمب هسته‌ای میتونه تکیه‌گاه مطمئنی برای بقای حکومت‌ها باشه، که عملاً نشون داده میشه چنین نیست. حتی برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم با همه قدرتی که داشت، تکیه‌گاه اتمی سبب ماندگاری نشد. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کوز، البرز و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.